بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد. محترم عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد. رؤسای محترم وزارت اقتصاد و نماینده محترم رسانه ها، به کنفرانس خبری امروز ما خوش آمدین. در آغاز جناب معین صاحب صحبت های خود را میکنند، به تعقیبشان به سوالات میپردازیم. جناب معین صاحب بفرمایید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حاضرین، به خصوص روزنامه نگاران، اصحاب رسانه ها و همکاران گرامی ما که در این مجلس حضور دارند. تشریف آوری همه شما را صمیمانه خیر مقدم و بشارت باش عرض می کنم. خوشحال هستم که یک بار دیگه با همکاران ما در خدمت شما در آستانه یک سالگی امارت اسلامی قرار داریم. افغانستان همان گونه که همه ما و شما می دانیم با یک دگردیسی کلان در عرصه سیاسی روبرو بود و این دگردیسی یا تحولات سیاسی و اجتماعی که شکل گرفت، پیامدهای مختلف در عرصه های سیاسی اجتماعی به خصوص اقتصادی در پی داشت. در این که وزارت اقتصاد طی یک سال چه فعالیت‌هایی را مورد توجه و دقت نظر قرار داده، از زوایای مختلف میتونه قابل بحث و ارزیابی و پردازش باشه. منتها با توجه به کمبود وقت و ای که با جزئیات دستاوردهای وزارت اقتصاد را همکار ما خدمت شما ارائه خواهد کرد، ما چند موضوع بسیار کلی را که ارتباط پیدا میکنه با مباحث کلان سیاست گذاری که وظیفه اصلی وزارت اقتصاد است، میخواهیم خدمت شما به عرض برسانم. طی یک سال اخیر وزارت اقتصاد تلاش کرد تا پارادایمی ابر الگوی اقتصادی را بیشتر مورد توجه و دقت نظر قرار بده، تا ای که سیاست‌های مقطعی، موقتی و تاکتیکی را مورد توجه قرار بده. به این دلیل است که باور ما است که ما باید در عرصه های اقتصادی حرکت های کنشمند داشته باشیم، تا اینکه حرکت های انفعالی. ما نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی هستیم در عرصه اقتصادی، برای اینکه بتانیم زیربناها و زیرساخت های افغانستان را بار دیگر احیا کنیم، اعمار کنیم و تقویت بکنیم، تا اینکه افغانستان همیشه نیازمند قدرت‌های بیگانه نباشه و بعد از هر تحول دوباره از نقطه صفر حرکت‌های اقتصادی خود را شروع نکنه. باور ما است که افغانستان هارتلند اوراسیا هست و افغانستان از یک موقعیت ژئواکونومیک برخوردار است. حلقه وصل آسیای مرکزی و آسیای جنوبی هست. دروازه گشایش سیاست‌های راهبردی به طرف غرب آسیا یا خاورمیانه هست. بنابراین غیر از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیکی که افغانستان داره، ما میتونیم این موقعیت ژئواکونومیک افغانستان به یک فرصت تبدیل بکنیم، در صورتی که برنامه‌ریزی دقیق، عالمانه و کارشناسانه وجود داشته باشد. با توجه به اینمی هدف است که ما پیشتر اشاره کردم که ما پارادایم ابر الگوی اقتصادی را در وزارت اقتصاد دنبال میکنیم، تا اینکه سیاست‌های تسکینی و موقتی و در واقع تاکتیکی را مثل کمک‌های بشردوستانه‌ای که معمولاً صورت می‌گیره، از نظر ما این کمک‌ها نمی‌تونه گره از مشکلات افغانستان باز بکنه. شاید در شرایط حاضر بتونه از امو فقر مزمینی که دامنگیر افغانستان شده در واقع یک نسخه ای را برای ما ارائه بکنه، ولی در بلند مدت هرگز افغانستان نمیتونه به خودکفایی اقتصادی رهنمون شود. به او دلیل است که ما دیپلماسی اقتصادی را همچنان با کشورها، با نهادها، با مؤسسات در دستور کار خود قرار دادیم. غیر از اینکه وزارت محترم امور خارجه بحث های سیاسی را در عرصه دیپلماتیکی دنبال میکنه، ما در عرصه اقتصادی، تجاری و ترانزیت دیپلماسی اقتصادی را مورد توجه و دقت نظر قرار دادیم.
این بحث بحث بسیار مهم و کلیدی هست. شما میدانید که دیپلماسی کم هزینه ترین و در عین حال مؤثرترین ابزار برای گشایش اقتصادی هست در سطوح جهانی و بین المللی، و به او دلیل بود که ما با فهم مبانی و اصول راهبردی مذاکره و دیپلماسی با نمایندگان کشورها، با نهادها، مؤسسات خیریه‌ای که با وزارت اقتصاد در تعامل و در تماس بودند، با اینا مذاکره کردیم، گفتگو کردیم و تلاش کردیم که قناعت از اینا را فراهم بسازیم که بحث‌های اقتصادی و تجاری را از بحث‌های سیاسی اینا تفکیک بکنه. و خوشبختانه در این راستا ما دستاوردهای ملموس و قابل توجه را داشتیم که تحت عنوان دستاوردهای وزارت اقتصاد همکار ما او را با جزئیات خدمت شما ارائه خواهد کرده. چند تا بحثی که برای ما مهم بود در عرصه دیپلماسی اقتصادی عبارت از چند محور بود. یکی پیدا کردن بودجه برای پروژه های نیمه کاره. شما می دانید که شماری از پروژه ها در کشور ما نیمه کاره مانده به دلیل سقوطی که پیش آمد و به دلیل تحولاتی که اتفاق افتاد، این پروژه ها نیمه کاره ماند. بنابراین ما در مذاکرات خود و در عرصه دیپلماسی اقتصادی تلاش کردیم که بودجه های برای این پروژه های نیمه کاره پیدا شوه، جستجو شوه، و به صورت آبرومندانه ما بتانیم این پروژه ها را با توجه به منافع ملی افغانستان تمام بکنیم. در غیر از صورت اگر این پروژه ها به همین صورت ادامه پیدا میکنه یا تخریب میشه یا ای که بار دیگه ما باید دوره اگر دوامدار شد از نقطه صفر آغاز بکنیم. پس یک قدم خیلی خوبی بود که در این راستا نویدهای هم داده شده. امیدوار هستم که جامعه عمل بپوشه و ما بتانیم به یه اهداف راهبردی مردم افغانستان دست پیدا بکنیم. دوم، تعیین اولویت ها بود. شما میدانید که با توجه به شرایط خاص افغانستان تمامی پروژه ها امکان عملی و اجرایی شدن نداره. یعنی ما باید هم پروژه هایی که توسط بودجه داخلی مورد توجه قرار میگیره، هم بودجه هایی که مثلا توسط صندوق بین المللی پول، بانک جهانی یا کشورهای کمک کننده به افغانستان احیا میشه، تمامی از اینا امکان نداره که ما اینا رو مورد توجه قرار بدیم. پس ما باید اولویت بندی بکنیم. او پروژه هایی که برای زیست حیاتی افغانستان اولویت داره و در آب و نان ما میتونه تاثیرگذار باشه که در حال حاضر برای ما اولویت داره، در خود کفایی اقتصادی به ما میتونه کمک بکنه، ما این پروژه ها را باید اولویت بندی بکنیم و با وزارتخانه ها، نهادها و مراجع مربوطه در واقع مشترکاً کار سر از اینا آغاز بکنیم. این دوتا نقطه. سومی که برای ما مهم بوده و بحث بسیار اساسی هست، پروژه هایی هست که در حال حاضر امکانی اجرایی و عملیاتی شدنش وجود نداره به دلایل مختلف، چون او کمک ها به پول های کلان نیاز داره. بنابراین ما تلاش کردیم که در این ارتباط ساکت ننشینیم، بلکه برنامه ریزی استراتژیک داشته باشیم، پالیسی سازی داشته باشیم، با وزارتخانه های مختلف در تماس باشیم، در تعامل و گفتگو باشیم، تا این که اگر در آینده کمک ها به افغانستان از سر گرفته میشه، در او زمان ما مثل گذشته با این مشکل روبرو نشویم که بدون برنامه باقی بمانیم و نتانیم او بودجه ها را به مصرف برسانیم. شما شاهد هستین که در گذشته پول ها دوباره به مبدأ خود برمیگشت، به دلیلی که برنامه ریزی وجود نداشت، به دلیلی که وزارتخانه های پول ها را نمیتونست به مصرف برساند، چون برنامه ریزی وجود نداشت، سیاست گذاری وجود نداشت. بنابراین این پول ها دوباره برمیگشت به مو کشور مبدا و کشور منشأ و کشوری که کمک کرده بودی پولها را به مردم افغانستان. از این منظر است که در حال حاضر ما برنامه‌ریزی و سیاست گذاری در این ارتباط داریم. به مجرد ای که کمک‌ها به افغانستان از سر گرفته شود، انشاءالله ما میتونیم زمینه‌های اجرایی و عملیاتی شدن این پروژه ها را فراهم بسازیم. و اینا نقطه‌های بسیار کلیدی و اساسی هست که در وزارت اقتصاد همکاران ما و اتاق فکر را که ما در اونجا طراحی و مهندسی کردیم سرش بحث کرده و این بحث ها همچنان جریان داره و با وزارتخانه های دیگه هم ما در تعامل و گفتگو هستیم که اینا هم مسیرهای درست را در آینده
مطمح نظر قرار بدهند. موضوع دیگه ای که بسیار مهم است به عنوان یک نقطه راهبردی، بحث مطالعات نظریات اقتصادی هست که یک بحث بسیار اساسی و کلیدی هست. ما باید بپذیریم که مهمترین مشکل افغانستان فقر تئوریک و چالش نظری هست. ببینید، یکی از مشکلاتی که افغانستان در گذشته با او دست پنجه نرم میکرده ای بوده که یک بار نظریات متمرکز اقتصادی در کشور تجربه شد، در زمان حکومت‌های چپ نتیجه حاصل نشد. بار دیگه طی 20 سال گذشته با آمدن لیبرال دموکراسی در افغانستان، با قوت‌های نظامی، سیاسی و ژئوپلیتیکی که در افغانستان مورد توجه و دقت نظر قرار گرفت، نظام بازار آزاد به تجربه گرفته شد. باز هم اون نتیجه‌ای که مردم افغانستان انتظار داشتند چنین نتیجه‌ای به دست نیامد. همان گونه که خودی از او نظام منبعیس از نظم سیاسی لیبرال دموکراسی با یک تکانه فرو پاشید، نظم اقتصادی از ما اول با مشکل روبرو بود. بنابراین ما در این ارتباط با همون تم مطالعاتی که داریم مطالعه میکنیم که این بار با سرنوشت گذشته روبرو نشویم. یعنی یک نظریه اقتصادی باید مورد ارزیابی قرار بگیره و به عنوان یک نسخه نهایی برای راه حل اقتصادی و گشایش وضعیت معیشتی مردم افغانستان مورد توجه قرار بگیره که دیگه ثبات را بتونه تجربه بکنه. و این وقتی میتونه ثبات تجربه بکنه که هم واقعیت‌های داخلی مردم افغانستان مورد توجه قرار بگیره، ارزش‌های ملی و باورهای مردم افغانستان مطمح نظر قرار بگیره و در متن این گفتمان نظام اقتصادی ما گنجانده شود، و هم واقعیت‌های جهانی و بین المللی. چون ما اشاره کردم که در گذشته ها وقتی که واقعیت‌های داخلی افغانستان مورد توجه قرار نگرفت، این نظم اقتصادی به گونه مطلوب و ایدئال شکل نگرفت، چون در کشورهای دیگه این تجربه نتیجه داده بود اما در افغانستان منتج به نتیجه نشد، چون هر جامعه بافت فرهنگی و ارزشی خاص خود داره. و از طرف دیگه شرایط امروز افغانستان با گذشته متفاوت است. ما در دهکده واحد جهانی زندگی میکنیم و اقتصاد جهانی شکل گرفته است. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و در واقع اتحادیه اروپا، تمامی از اینا روی معادلات اقتصادی تاثیرگذار است. بنابراین اقتصاد افغانستان به صورت تجرید شده و منزوی و بدون اینکه ادغام شود در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی نمیتونه دوام پیدا بکنه. و این دلیل است که هر دوی از این دو تا مؤلفه همزمان و توأمان در پارادایم اقتصادی ما باید مورد توجه قرار بگیره. هم واقعیت‌های داخلی، ارزش‌های تاریخی که مردم افغانستان قرن‌ها با او ارزش‌ها نفس کشیده و در حال حاضر هم نفس می‌کشه، و هم واقعیت‌های جهانی و بین‌المللی. افغانستان بر اساس مطالعات ما در حال گذار از سنت به مدرنیته است و سخت‌ترین شرایط برای هر کشور دوره گذار است. چرا؟ چون ما نه کاملا یک کشور سنتی هستیم و نه ای که از سنت گذار کرده باشیم به مدرنیته و مدرنیسم رسیده باشیم، نه او فرایند طی کردیم، معلق هستیم. این بسیار نکته مهم است. یعنی از سنت هم دل بریده ایم و هم هنوز به مدرنیته نرسیده ایم. یعنی وضعیت بسیار دشوار. اگر مدیریت دقیق و هوشمندانه و عالمانه و آکادمیک وجود نداشته باشه، ما ممکنه بار دیگه دچار مشکل شویم در عرصه های مختلف، از جمله در مسائل فرهنگی، در مسائل هویتی. چون من اشاره کردم که در عصر جهانی شدن در واقع ابزارهای مختلف میتونه ملت ها را تحت تاثیر خود قرار بده. ما امروزه صرفا با دیوار کشیدن در اطراف مرز خود نمیتونیم صیانت ایجاد بکنیم. از طریق ماهواره ها، رسانه ها، شبکه های اجتماعی، قدرت های نرم افزاری ملت ما تحت تاثیر قرار میگیره. به او دلیل است که با توجه به این واقعیت، انقلاب اطلاعات و انفجار ارتباطات که در دنیا شکل گرفته، افغانستان نمیتونه یک جزیره جدا افتاده و تجرید شده باشد. و خوشبختانه امارت اسلامی هم میخواد که عضو فعال جامعه بین المللی باقی بمانه، نمیخواد یک کشور منزوی و تجدید شده باشه، میخواد به تعهدات بین المللی با حفظ ارزش های دینی و ملی خود پایبند باشه، یک کشوری باشه که در واقع به تعهدات بین المللی و میثاق های بین المللی در صورتی که با ارزش های ملی و تاریخی ما ناسازگاری نداشته باشه همچنان وفادار بمانه و عضو مسئول و فعال جامعه بین المللی باشه. بنابراین با توجه به چنین وضعیتی ما باید بسیار هوشمندانه
با مطالعات عمیق و پردامنه بتانیم نظریات اقتصادی را طراحی و مهندسی بکنیم که هم هندسه قدرت اقتصادی داخلی مورد توجه قرار بگیره و هم نظم اقتصادی بین المللی در واقع با چالش ساختاری از سوی افغانستان روبرو نشوه، یعنی یک نوع سازگاری و دمساز باشه اقتصاد افغانستان، تحولات اجتماعی و سیاسی افغانستان با تحولات منطقه و جهان، تا اینکه هیچ کشوری از افغانستان نه از عرصه اقتصادی، نه تجاری، نه ترانزیتی و نه سیاسی و نه امنیتی احساس تهدید نکنه، که بارها بزرگوار امارت اسلامی این اطمینان را به کشورهای منطقه و جهان داده. و ما در عرصه اقتصادی به عنوان متولیان امور اقتصادی با کشورهای مختلف، با نمایندگانشان، با نهادهای بین المللی که ملاقات کردیم، مذاکره کردیم، این اطمینان را دادیم که هیچگاه افغانستان به طرف پولشویی حرکت نخواهد کرد، به طرف اقتصاد سیاه و جرمی حرکت نخواهد کرد. ما میخواهیم یک اقتصاد شفاف با نظارت مردم افغانستان و جامعه بین المللی داشته باشیم، اقتصادی که هم شگفتی اقتصادی را برای مردم افغانستان برمغان بیاره و هم بتونه افغانستان را به عنوان یک کشور با پرستیج، با اعتبار، متحد به نظم بین المللی و نظام بین الملل تثبیت بکنه و نهادینه بسازه. بنابراین با توجه به چنین فرایند است که مطالعات نظریات اقتصادی حائز اهمیت میشه. من پیشتر اشاره کردم که ما در دوره گذار هستیم و اگر من یک مثال واضح برای شما ارائه بکنم، مثلا در حوزه زراعت ما در مواردی داریم که هنوز هم برای کشت، برای وسایل و ابزارالات و سازوکارهایی که در زراعت و کشاورزی استفاده میشه، ما هم از گاو استفاده میکنیم که یک روند بدوی و ابتدایی هست در بحث زراعت، و هم از تراکتور استفاده میکنیم که یک پدیده مدرن است و با فناوری دنیای مدرن ارتباط ارگانیک و دینامیک پیدا میکنه. پس در سایر موارد هم چنین وضعیت ما داریم، یعنی هم ارزش های سنتی و کلاسیک هنوز در جامعه ما حکم روایی میکنه و هم ما به صورت ناگزیر در برابر مدرنیته قرار گرفتیم که درسته در موارد با ارزش های تاریخی ما ناسازگاری داره، ولی یک پدیده گریزناپذیر است. ما چاره ای نداریم که عضوی از دنیای مدرن باشیم، فناوری مدرن به رسمیت بشناسیم. بنابراین اینجاست که این نظریات اقتصادی ما باید هم سازگاری داشته باشه با وضعیت داخلی ما و هم با نظام بین الملل که امروزه بر دنیا حاکم است و با باور ما در بسیار از موارد ناعادلانه هم هست، اما گریزناپذیر است. بنابراین اینا کارهایی هست که در سطوح استراتژیک، در سطوح تئوریک در وزارت اقتصاد جریان داره و خوب است که مردم عزیز ما در جریان تحولات فعالیت‌های وزارت اقتصاد با عنوان یک وزارت کلیدی، راهبردی و بین الوزارتی قرار بگیره، چون وزارت ما پالیسی سازی میکنه برای تمامی وزارتخانه ها، یعنی در تعامل و همکاری با سایر وزارتخانه ها نظریات اقتصادی خود را ارائه میکنه. نماینده های ما در تمامی وزارتخانه ها حضور داره، در جلسات از اونها، در گفتگوها، و تلاش میکنه که دیدگاه وزارت اقتصاد را که دیدگاه عالمانه و کارشناسانه هست و بخش زراعت، تجارت، انرژی، معادن و سایر ارگان هایی که ارتباط داره با مباحث اقتصادی و تجارتی ارائه بکنه، تا اینکه ما بتونیم یک نظریه اقتصادی را مورد توجه قرار بدیم که برای افغانستان بهبود وضعیت اقتصادی و خود کفایی اقتصادی را بتونه برمغان بیاره. و آورده و نتیجه فعالیت‌های ما به صورت مشخص چند کار بوده که من به صورت فهرستوار اشاره میکنم که وقت شما گرفته نشه و شما خسته نشوید. یکی حفظ و ثبات ارزش پول ملی ماست. شما مقایسه بکنید با توجه به اینکه دارایی افغانستان از سوی آمریکایی‌ها منجمد شد، با توجه به اینکه یک نظم سیاسی گذشته یا یک نظام گذشته، یک اداره گذشته کاملا ساقط شد و یک نظم سیاسی جدید به وجود آمد، پیشبینی هایی بود که افغانستان از نظر اقتصادی کاملا دچار فروپاشی از درون میشه، اما چون اتفاق نیفتاد هیچی که ما امروزه تانستیم ارزشی و ثبات پول ملی خود حفظ بکنیم. شما مقایسه بکنید با تومن ایران و کلدار پاکستان، دو تا همسایه ما که ادعا میکنه ما ثبات هم داریم، که درست هم است مثل ما دوچار دگردیسی ها و تحولات اجتماعی و سیاسی و ژئوپلیتیک نبوده، اما ارزش پول ملی ما همچنان در برابر ارزهای خارجی ثابت است. و این در اثر کارها و تلاشها و فعالیتهایی بوده که پالیسیهایی بوده که در وزارت اقتصاد و وزارتهای مربوطه مورد توجه و دقت نظر
قرار گرفته. یک پدیده اتفاقی نبوده که پول ملی ما همچنان ثابت نگه داشته شود. با توجه به مشکلات اقتصادی، تحریم هایی که افغانستان داره، انجماد دارایی مردم افغانستان، اینا در اثر کارکردها و کارویژه ها و فعالیت های اقتصادی در واقع نهادهای مربوطه بوده. دوم، ثبات قیمت کالا و خدمات. درسته قیمت کالا و خدمات تا حدود افزایش پیدا کرده، ولی این افزایش قیمت ها جهانی است و در اثر بحرانی که در اوکراین شکل گرفت، شما شاهد بودین که در اروپا چقدر بهای تیل و بهای گاز و بهای مواد خوراکی افزایش پیدا کرد. حتی در کشورهای همسایه ما بعضی مواد ضروری و اولیه مثل روغن اصلا نایاب شد، کمیاب شد. در افغانستان چنین اتفاقی نیفتاد. درسته یک مقدار قیمت ها افزایش پیدا کرد، اما مدیریت شد به خاطر تلاش ها و فعالیت ها و برنامه ریزی هایی بوده که صورت گرفته. و همچنین در ارتباط با ایجاد اعتماد با سرمایه گذاران داخلی و خارجی، فعالیت های بسیار خوبی صورت گرفته و شما رسانه ها شاهد هستین که هر روز در واقع یک کارخانه، یک سرمایه گذاری، یک نمایشگاه افتتاح میشه و علاقمندی در اینکه محصولات و تولیدات داخلی ما افزایش پیدا بکنه وجود داره. همان گونه که در عرصه سیاسی شماری از چهره های سیاسی به داخل کشور دوباره برگشتن، در عرصه اقتصادی و تجاری شماری از سرمایه گذاران برجسته ما دوباره از بیرون به داخل کشور برگشتن و اینا میخواین که در داخل کشور سرمایه گذاری داشته باشن. عذرخواهی میکنم که من یک کمی زکام هستم. در ارتباط با کاهش ناامنی غذایی، شما اگر این وضعیت افغانستان مورد تحلیل و دقت و ارزیابی کارشناسانه قرار بدین، نسبت به روزهای اولیه مطالعات ما و تحلیل های ما نشان میده که وضعیت ناامنی غذایی و سوی تغذی به مراتب بهبود پیدا کرده. یعنی و از این وضعیت مشکلات هنوز وجود داره و ما این مشکلات در واقع نه منکرش هستیم و نه در واقع از چشم ما دور است. در مطالعات ما اینا مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته، اما نسبت به روزهای اولی که امارت اسلامی حاکم شده بود، هر چی زمان میگذره مطالعات ما نشان میده که وضعیت در حال بهبود هست و این فرایند روند سودی و ارتقا را داره طی میکنه. و علتش هم ایست که کمک های بین المللی به شکل عاجل در اثر مذاکراتی که ما داشتیم بیشتر مورد توجه قرار گرفت. همین کمک های بشر دوستانه در کوتاه مدت تا نیست التیام به بخش این مشکلات مردم افغانستانه. و دومی که از طریق فاو و سازمان های بین المللی، سازمان خاربار جهانی، ما تلاش کردیم که کمک های به زراعت افغانستان گسیل داشته شود تا از این طریق در واقع زراعت ما که بیشتر فرایند اقتصادی ما را شکل میده یک مقدار ارتقا پیدا بکنه. که البته متاسفانه امسال با یک پدیده به نام سیلاب همه ما و شما روبرو شدیم که خویی یک بحث تنها مربوط به افغانستان نیست و آسیب های بسیار جدی را به دهقانان ما، با کشاورزی ما، به زراعت ما وارد کرد، که یک بحث ارتباط پیدا میکنه با اقلیمی که یا تغییرات اقلیمی که در سطح منطقه و حتی در سطح جهان به وجود آمده و معاهدنامه پاریس که ترامپ از او خارج شد و مسائل بسیار کلانی که در واقع بحث محیط زیستی و اینا را در بر میگیره و تنها افغانستان را در بر نمیگیره، شما در پاکستان، در ایران هم شاهد هستین که سیل های بسیار مهلک و زیانبار وارد شده و متاسفانه مردم ما از آنجایی که با فقر بیشتر روبرو هست، خب آسیب های جدی تر را به مردم ما، به کشاورزی ما، به زراعت ما وارد کرده. که امیدوار هستم در ارتباط هم با تلاش هایی که از سوی وزارت اقتصاد و سایر همکاران ما صورت میگیره، ما بتانیم در ارتباط باز هم کمک های بین المللی را جلب بکنیم و در واقع برای این مشکلات نقطه پایان بگذاریم. بحث های دیگه هم هست، ما فقط فهرستش را خدمت شما میگم که در اختیار شما باشه و بحث واگذار میکنم به همکار خود که اونا ارائه بکنه. در جمع آوری مالیات شما شاهد پیشرفت بودین چون شفافیت وجود داره. در تدوین بودجه امسال بدون حمایت خارجی با توجه به عواید داخلی شما شاهد بودین که یک کار بسیار خلاقانه و نوآورانه بود. و درسته بحث های عملیاتی و اجرایی از اینا با وزارت محترم مالیه ارتباط پیدا میکنه، اما نظریات اقتصادیش به وزارت اقتصاد مربوط میشه. و در ارتباط با نهاد نسازی مصرف تولیدات داخلی، ما میخواییم یک الگوی زندگی جدید را مورد توجه قرار بدیم که
عواید داخلی و تولیدات داخلی ما مورد حمایت قرار بگیره. اگر این کار نشود ما همیشه متکی به واردات باشیم، هیچگاه اقتصاد ما روش نمی کنه. چون در برابر قولهای اقتصادی شرکت‌های اقتصادی که در منطقه در جهان وجود داره فرصت برای تولیدات داخلی ما فراهم نمیشه. ما باید از یک جا این حرکت آغاز بکنیم. به او دلیل که ما میخواهیم مصرف تولیدات داخلی را ترغیب بکنیم، تشویق بکنیم، یک سبک زندگی جدید را برای هموطنای خود نهادینه بسازیم. به همین دلیل که از نمایشگاه ها ما حمایت میکنیم و با اینا همکاری بسیار دقیق داریم. حمایت از صنایع نوپای داخلی و در واقع تقویت زراعت افغانستان در همکاری با وزارت محترم زراعت. و یک نوید خوبی دیگر که من بر شما بتونم است که ما با نهادهای بین المللی که صحبت داشتیم اونا را ترغیب کردیم که دیگه کمک های بشردوستانه را به کمک های پروژه‌ای انکشافی و توسعه‌ای در واقع اینا باید گذار بده. و ایده از اینا این قول داده که ما کم کم به طرف زیرساخت های افغانستان و پروژه های افغانستان و انکشافی پروژه ها سعی میکنیم که دونرها را ترغیب بکنیم که این فرایند مورد توجه قرار بگیره. چند تا نکته هست که ما برای آینده برنامه داریم. آنچه را که تا حالا من اشاره کردم عملی شده تایمی یک سالی که از عمر امارت اسلامی سپری میشه. چند تا برنامه رو ما برای آینده داریم که سرش کار میکنیم. یکی امو ترک پیشتر من اشاره کردم، اولویت گذاری پروژه های اقتصادی هست. ما پروژه ها رو اولویت بندی کردیم که کدام پروژه اول مورد عملی قرار بگیره اجرایی شوه و کدام پروژه دوم، کدام پروژه در مرحله سوم، با توجه به نیازمندی ها و شرایط خاصی که افغانستان داره. دوم، طرح کشت جایگزین خشخاش و تریاک است. این بحث بسیار مهم هست. با توجه به اینکه تولید از این توسط امارت اسلامی ممنوع شد و این یک دستاورد بسیار مهم برای کل مردم افغانستان است. اعتبار ما را، وجهه ما را، تصویر ما را در دنیا یک تصویر مطلوب ارائه میکنه. یعنی افغانستان به عنوان یک کشور تولید کننده مواد مخدر دیگه نباید مطرح باشه. کشت جایگزین، ما صحبت کردیم با نهادها، با کشورهایی که در ارتباط علاقمند، از جمله ژاپن میخواد به افغانستان در ارتباط کمک بکنه. ببینید این درست در کوتاه مدت یک فشار بر دهقانای ما وارد میکنه، ولی ما 5 میلیون معتاد امروز داریم. خانواده ها در اثر اعتیاد فرو پاشیده. در دنیا ما را به عنوان یک کشور تولید کننده مواد مخدر میشناسه. ما نباید، افغانستان یک کشور با افتخار است. ما در تمدن منطقه و جهان نقش داشتیم در گذشته. چرا این کسری اعتبار سر ما باشه؟ به او دلیل که این یک اقدام بسیار بزرگ بود، با حمایت جامعه بین المللی روبرو شده، استقبال شده در سطح منطقه و ما تلاش میکنیم که در ارتباط کشت جایگزین پیدا شود که هم دهقانای ما متضرر نشود و هم دیگه افغانستان در دام و چنبره مواد مخدر گرفتار نشود. در گذشته با وجودی که خارجی ها ادعا میکرد که ما مبارزه میکنیم، شما دیدین که چقدر جوان ما در دام اعتیاد قرار گرفت. اما امروزه با یک رسالت دینی امارت اسلامی داره با این برخورد میکنه و یک دستاورد بسیار کلان است که ما هم بعد از اینکه ممنوع شد تولیدش با خارجی‌ها صحبت کردیم. خارجی‌ها هم برایشان بسیار یک نقطه برجسته و برازنده بود و علاقمند این فرایند بود. همینطور تعیین تکلیف پروژه‌های قدیمی که با مشکل تامین مالی مواجه هست، ما تلاش میکنیم که اونا را به اتمام برسانیم با همین عاید ملی که داریم و یک کمکی بر از او پیدا بکنیم. کشورهایی هستند که خوشبختانه با امارت اسلامی روابط نیک دارن، میخواد تعامل بکنه، میخواد کمک بکنه، که هم یک بحث مهم برای آینده هست. و در واقع مبارزه با فساد مالی و اداری و تسهیل فرایندهای جواز کسب و کار برای سکتور خصوصی. در گذشته سکتور خصوصی ما در اثر فساد و رشوتی که وجود داشت با موانع روبرو بود. ما میخواهیم تسهیلات فراهم بسازیم که اینا در خودکفایی افغانستان نقش خود بازی بکنه، دیگه با او بوروکراسی غلط و پیچیده مواجه نشوه، با فساد و رشوت مواجه نشوه، براحتی جواز بگیره و نظارتی البته که وجود داره بتونه فعالیت های اقتصادی خود سر و سامان بده. و اهمیتی که راه در توسعه اقتصادی افغانستان داره، در تامین امنیت افغانستان داره، ما خصوصا راه آهن یا خط آهن و شاهراهای افغانستان جزء پلان آینده خود داریم و با کشورهای مختلف با سرمایه گذاری خارجی میخواهیم که شاهراهای افغانستان را تقویت بکنیم. جاده، راه، خط آهن نقطه پیشرفت کشور است. هرچی که ارتباطات زیاد شود، تسهیلات در ارتباط فراهم شود، افغانستان براحتی میتونه پروژه های اقتصادی خود را برش جنبه عملی ببخشه. بنابراین در ارتباط شما شاهد هستین که وزیر محترم امور خارجه همین دیروز هم با ازبکستان در ارتباط خط ترمز افغانستان پاکستان
یا پشاور پاکستان اینا را باش صحبت داشتن و همینطور با چینایی ها در ارتباط صحبت صورت گرفته. و آخرین موردی که من میخواهیم اشاره بکنم غیر از اصلاح شبکه راه ها و احداث خط آهن، بحث شاخص توسعه انسانی هست. این بحث آخر ما هست که بحث بسیار مهم هست و از این در گذشته هم غفلت صورت گرفته بود، اما بحث بسیار زیربنایی بر افغانستان است. یک مختصر مجبور ما توضیح بر شما بتیم، زیاد وقت نیست. اصلا شاخص توسعه انسانی چی هست؟ ببینید شاخص توسعه انسانی سه تا بود مهم داره. بود اولش وضعیت سلامت و صحت جامعه است. کاهش مرگ و میر مادرها یک نقطه بسیار مهم است که متاسفانه یک فاجعه است در افغانستان، و بهبود صحت عموم جامعه. ما اگر یک جامعه سالم داشته باشیم، افراد سالم داشته باشیم، یک جامعه بانشاد می داشته باشیم، می توانیم در توسعه اقتصادی و انسانی خود نقش مهم را ایفا بکنیم. افغانستان متاسفانه از این منظر مطالعه که ما کردیم در پایین ترین رتبه قرار داره، یعنی جز 10 تا کشوری هست که در اون جدول پایین قرار داره. مرگ و میر مادرها بالا هست، صحت و سلامتی مردم در سطح پایین قرار داره و این برای ما یک درد است. ما از این ظرفیت باید استفاده بکنیم، شاخص توسعه انسانی خود حداقل در سطح همسایه های خود باید ارتقا بدیم و این ظرفیت وجود داره اگر برنامه ریزی وجود داشته باشه. شما در نظر بگیرید این همه پولایی که در گذشته آمده، اگر برنامه ریزی وجود می داشت، اینا بحث های ساده هست. ما می توانستیم امروزه هیچ مرگ و میر مادران در هنگام ولادت نداشته باشیم. بنابراین بود اول که وضعیت سلامت و صحت جامعه است، ما سرش کار میکنیم. بود دوم وضعیت آموزش و معارف است. ما میخواهیم که نرخ بیسوادی در افغانستان کاهش پیدا بکنه. در دنیای امروز که افغانستان یک کشور از نظر سواد در آخر جدول باشه، به نظر من بسیار مایه ننگ است برای یک جامعه ای که در گذشته نقش بزرگ در تولید علم در منطقه داشته. بزرگان مفاخر که ما داشتیم نه تنها افتخار افغانستان، افتخار جهان بوده، افتخار منطقه بوده. ما در فلسفه، در شعر، در عرفان، در ادبیات، در تمامی از اینا پیشکسوت بودیم و این بزرگوار امروزه کشورها رقابت میکنه، به نام خود ثبت میکنه. اینا همه شخصیت‌های ماست و نقش تاریخی ما را در تمدن بشری نشان میده. اما امروزه ما اکثر مردم ما سواد خواندن و نوشتن نداره. این باید برش نقطه پایان گذاشته شود. برای این ما داره برنامه بسیار دقیق در واقع میسنجیم که نرخ بیسوادی در واقع کاهش پیدا کنه و نیروی انسانی ماهر و متخصص افزایش پیدا بکنه. کار سخت نیست و در ارتباط با وزارت معارف و وزارت تحصیلات در هماهنگی با دو تا وزارت انشاءالله ما برنامه ها را به پیش میبریم. و مسئله سوم وضعیت اقتصادی هست، وضعیت درآمد، وضعیت بیکاری، وضعیت اشتغال. تلاش وزارت اقتصادی است که وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کنه، فقر کاهش پیدا کنه، بیکاری کاهش پیدا بکنه و این با وزارت های مختلفی که در ارتباط متولی هستند، وزارت کار، وزارت معادن، وزارت انرژی، وزارت زراعت، در واقع یک همکاری ارگانیک بین ما شکل گرفته. پس جمع‌بندی بحث است که تلاش و برنامه های وزارت اقتصاد در حوزه شاخص توسعه انسانی که یک بحث بسیار جدی در سطح جهانی هست، بهبود یک بهبود وضعیت سلامت و صحت مردم افغانستان در ارتباط با وزارت محترم صحت عامه، دو بهبود وضعیت آموزشی افغانستان در ارتباط و هماهنگی با وزارت محترم معارف و تحصیلات، و سه بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان و تلاش برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ارتباط هماهنگی با وزارتخانه های مثل وزارت تجارت، وزارت زراعت، وزارت معادن و امثالهم، و تکمیل پروژه های زیربنایی مثل بند برق، اعمار شاهراها، توسعه راهها، انکشاف در واقع خط آهن، که همه از اینا میتونه افغانستان را در آینده با عنوان یک کشور خودکفا مطرح بسازد. در حال حاضر برنامه های ما سرزی جریان داره. اتاق فکر که من اشاره کردم، ما جلسات خود هرچند نامنظم داریم، روی ازی بحث میکنیم، با وزارتخانه های دیگه هم در تماس هستیم و امیدوار هستم که انشاءالله این پروژه های کلان اقتصادی که بحث استخراج معادن افغانستان هم شامل میشه، راهن افغانستان هم شامل میشه، بتانه یک افغانستان مقتدر و شکومن از نظر اقتصادی را برای نسل آینده ما رقم بزنه که دیگه ما محتاج کشورهای خارجی و بیگانه نباشیم، دست ما با او طرف دراز نباشه و یک کشور با عزت، خودکفا، مرفه
و صحتمند داشته باشیم. بسیار طولانی شد، عذرخواهی میکنم از توجه شما و تشکر میکنم از اینکه این فرصت را در اختیار ما قرار دادید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس از جناب معین صاحب. از جناب ابی صاحب خواهش میکنیم صحبت اختیار کنن. بفرمایید. تر ټولو مخکې ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اقتصاد وزارت د یوې مسلکي او تخصصي ادارې په توګه د عامه هوساینې او پراختیایي موخو د تحقق لپاره کار کوي. د بېوزلۍ کمول، کارموندنه او دوامداره اقتصادي وده د دغه وزارت له ستراتیژیکو اهدافو څخه شمیرل کیږي. په تېر یو کال کې اقتصاد وزارت اساسي فعالیتونه او مهمې لاسته راوړنې په لاندې نویو 5 برخو کې ترتیب شوي. لومړی، د غیر دولتي موسسو د کړنو او فعالیتونو د انسجام او همغږۍ برخه. دویم، د اقتصادي تحلیلونو او پراختیایي فعالیتونو د همغږۍ برخه. دریم، د څارنې او راپور ورکونې برخه. څلورم، د حمایوي یا اداري څانګو پیاوړتیا او پراختیا. او پنځم هم د 1401 هجري شمسي کال لپاره پلان شوي فعالیتونه چې د هرې څانګې لاسته راوړنې په لاندې ډول تاسو سره شریکوم. د غیر دولتي موسسو د فعالیتونو د انسجام او همغږۍ په برخه کې په مجموعي ډول اقتصاد وزارت کې 2309 شپېته غیر دولتي موسسې چې له دې جملې څخه 2099 کورنۍ او 270 بهرنۍ موسسې ثبت دي. د راپور له مخې په ټولیز ډول 1010 غیر دولتي موسسو تیر کال د فعالیت یا عدم فعالیت راپور شریک کړی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان د نړیوالې ټولنې د مرستو د جلبولو او د پراختیایي ټولنیزو او بشر دوستانه مرستو د پروژو د پلي کولو په هدف تیر یو کال کې 309 غیر دولتي موسسو ته د لازمو اسنادو تر ارزونې وروسته په رسمي ډول د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده چې له دې جملې څخه 302 کورنۍ او 2 بهرنۍ غیر دولتي موسسې دي. او له دې مدرکه 10,625,000 افغانۍ د دولت خزانې ته عواید انتقال شوي دي. د غیر دولتي موسسو لخوا 1090 پروژې د 926,386,000 ډالر په ارزښت د انډولیزې ودې په پام کې نیولو سره په بېلابېلو سکتورونو کې د پلي کېدو او څارنې په موخه اړونده مرکزي او ولایتي ادارو ته معرفي شوي دي. د 1240 بهرنیو اتباعو د ویزو غوښتنلیکونه تر ارزونې وروسته بهرنیو چارو وزارت ته او د 1100 بهرنیو اتباعو د کار د جوازونو غوښتنلیکونه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته استول شوي دي. په پکتیکا، خوست، میدان وردګو، روزګان او ننګرهار ولایتونو کې د وروستیو زلزلو او سیلابونو زیانمنو ته در رسیدن په موخه د موسسات سره لازمه همغږي شوه. په دې برخه کې د 1,215,000 افغانیو او 270,000 ډالرو نغدي مرستو په علاوه له 13,350 مستحق کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته هم شوه او دا لړۍ لا هم دوام لري. د غیر دولتي موسسو د قانون د تعدیل او د بشري مرستو د ویش د کنټرول او څارنې طرحه نهایي شوې ده. د اقتصادي تحلیلونو او پراختیایي فعالیتونو د همغږۍ په برخه کې د هیواد اوسنیو حالاتو او ځانګړو اقتصادي ظرفیتونو ته په کتو د ملي اقتصاد استراتیژیک پلان یا د اقتصادي منشور مسوده بشپړه شوې او له ټولو ښکېلو بنسټونو، خصوصي سکتور، غیر دولتي موسسو، علمي او اکاډمیک نهادونو او پراختیایي شریکانو سره د مشورې لپاره شریکه شوې ده. په دې طرحه کې د هیواد اقتصادي وضعیت په مسلکي او هر اړخیزه توګه څېړل شوی، د هر سکتور لپاره لومړیتوبونه په ګوته شوي او د اقتصادي ستونزو او ننګونو د حل لپاره د عملي لارو چارو وړاندیز شوی دی. د کرنې، زیربنا، انرژي، د اوبو مدیریت، سوداګرۍ او صنعت په برخه کې د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا لوری ترتیب شوی.
د اقتصاد وزارت او د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې ترمنځ د کاري میتود طرحه نهایي شوې او د بیلابیلو وزارتونو سره د لاندو طرحو په بشپړېدو کې همکاري شوې ده. د ځمکني ترانسپورت د تنظیم طرحه، د خصوصي سکتور د صنفي جوازونو د ستونزو د حل طرحه، د بیکاری د کچې د راټیټولو طرحه، د بشر دوستانه مرستو ویش د پروسې څخه د کنټرول او څارنې طرحه، په بهرنیو هیوادونو کې د کاري آتشو یا مرکزونو د جوړولو او بهر ته په قانوني توګه د افغان کارګرانو د لیږلو طرحه. همدارنګه اقتصاد وزارت په یو شمېر تخنیکي کمیټو کې لکه د اقتصادي زونونو د جوړولو کمیټه، د ټاپي پروژې د بیا کتنې، د ګاونډي هیواد ازبکستان څخه د اورګاډي پټلۍ د غځولو پروژه، د صنعتي پارکونو توسعه او پراختیا، د دولتي شرکتونو د شتمنیو ثبت او بیا کتنه، د کجکي د برېښنا بند، د کمال خان او بخش آباد بندونو د بررسۍ او د دولتي لویو قراردادونو د بیا کتنې په کمیټو کې فعاله ونډه اخیستې ده. د څارنې او راپور ورکولو سیستمونو فعالولو په برخه کې د پراختیایي پروګرامونو او پروژو د څارنې او ارزونې لپاره د مقررې د مسودې ترتیب، د پراختیایي پروژو د مرکزي او ولایتي څارنې او راپور ورکولو سیستم چې په پی ایم آر اس او سی ایم آر اس مخفف دي، د هیواد په کچه ملي سیستم دی چې په مرکزي او ولایتي کچه ټولې پروژې په سیستماتیک ډول څاري. دا مسوده لاندې موخو ته د رسیدو په موخه ترتیب شوې ده. د پراختیایي پروګرامونو او پروژو د څارنې، ارزونې او راپور ورکولو اړونده چارو تنظیمول، د شفافیت رامنځته کول او په هیواد کې د پراختیایي پروګرامونو د تطبیق بهیر چټکول، د دولت د پراختیایي پروژو د اقتصادي اغیزمنتیا د تحلیل لپاره د ساحو پیژندنه او ځانګړیتوب، په مرکز او ولایتونو کې د معلوماتو د مدیریت، تصمیم نیولو او پلان جوړونې لپاره د معیاري سیستمونو پراختیا او پیاوړتیا. اقتصاد وزارت هیواد کې د شته فرصتونو او اقتصادي ظرفیتونو د معرفي، د بهرنیو پانګوالو د جلبولو او په سیمه ایزه او نړیواله کچه د اقتصادي همکاریو د لا ټینګېدو په موخه یو شمېر هیوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان، ایران، قطر، متحده عربي امارات او د اوسلو غونډه کې په رسمي بڼه ګډون کړی او همداراز د یو شمېر بهرنیو هیوادونو لکه د چین، جاپان، ترکیه، روسیې، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، هالند، قطر او متحده عربي اماراتو د خصوصي سکتور د ټولنو او پانګوالو د استازو سره په کابل کې رسمي غونډې ترسره کړي. د افغانستان اسلامي امارت د وزیرانو شورا د 30 غونډو د پریکړه لیکونو په ترڅ کې اقتصاد وزارت ته 40 دندې سپارل شوي چې اته درش بشپړی شوی او دوی د تطبیق په حال کې دي، او د اقتصادي کمیسیون د 22 پریکړه لیکونو اړوند کارونه په منظم ډول تعقیب شوی دي. یو څه فعالیتونه هم د کار لاندې دي په 1401 کال کې، په دې روان کال کې، او هغه فعالیتونه چې پلان کول هغه موین صاحب تاسو سره شریک کړه، د بودیجوي سکتورونو اقتصادي پروفایل او لیدلوري جوړول، د پایداره پراختیایي اهدافو د ملي صنعت بیا کتنه او ارزونه، د ولایتونو اقتصادي پروفایلونو جوړول، د کور دننه د غوړیو د تولید د فرصتونو او ننګونو ارزونه، د سوداګرۍ او پانګونې وضعیت تحلیل او څېړنه، د مالی او پولي وضعیت تحلیل، د اقتصاد سکتور د پراختیایي پالیسیو او پروګرامونو څېړل او ارزونه. مننه. تشکر جناب ابی صاحب. و سوالات میپردازیم. دو خبرنگار سوالشان رو میگیریم، بعد از اینکه مین صاحب جواب دادن دو خبر سوال بعد. سید زاهد هاشمی، ملی تلویزیون. سید زاهد هاشمی، من ملی تلویزیون نه. نمره پختنه می موین صاحب دادا چې د وسنۍ اقتصادي ستونزو څخه د وتلو لپاره بل خصوص د بیوزلۍ د کچې
په هیواد کې بیساره ډول په توګه لوړه شوې ده. د وتلو لپاره کومه طرح او پلان شته؟ هغه پلان چې تاسې لرئ یوازې په نړیوالو مرستو تکیه دی که نه خپله د افغانستان اسلامي امارات هم د بېوزلۍ د منځه وړلو لپاره داسې یو څه پلان لري چې خلکو ته د کار کولو زمینه مساعده شي؟ یوازې په نړیوالو مرستو هم هغه بشري مرستې چې کېږي دوم تاسې خپله هم وویل چې بسنه نه کوي، د لنډمهال لپاره یو څه خلکو ته ورکول کېږي، خو اوږدمهال لپاره څه پلان دی تر څو دغه د بېوزلۍ کچه چې په بېساري توګه لوړه شوې ده راټیټه شي؟ دویمه برخه د نیمه کاره پروژو په اړه تاسو وویلې، په هیواد کې په زرګونو پروژې همدغسې پاتې دي، بې سرنوشته پاتې دي، دولتي پروژې دي لکه د اقرا په پروژه کې په زرګونو مکتبونو ودانۍ جوړې شوې دي، نیمې پاتې دي، څه کارونه یې مخته تللي، څه پاتې دي، هغه سره د دولت پروژه وه، د ده لپاره څه پلان دی؟ نړیوالو هیوادونو نړیوالو مرسته کوونکو سره ستاسو خبرې شوې، تر څنګه یې خصوصي شرکتونو چې کم کارونه کړي په افغانستان کې؟ تېره ورځ یې هم یو غونډه لرله، فکر کوم د اقتصادي کمیسیون لخوا هم یو کمیټه هم جوړه شوې چې اقتصاد وزارت، مالی وزارت او سوداګرۍ وزارت هم پکې شریک دي، تر څو یوه طرحه جوړه شي چې دغه ستونزو سره رسیدنه وشي. د ده لپاره څه پلان دی؟ خصوصي سکټرونو شرکتونو سره به څه کېږي بالاخر؟ ځکه د خلکو په میلیونونه روپۍ تقریبا 60 میلیارد افغانۍ په دولت پاتې دي، لپاره به څه طرحه شته؟ څه به کېږي؟ مننه. تشکر. یک سوال دیگر مهم صاحب میریم باز شما جو درست است. وسیم. ډیره مننه مهم صاحب. وسیم د سولې غږ شبکې خبریال. که څه هم په تیرو 20 کلونو کې افغانستان کې داسې خاص بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي چې موږ وایي په هغې باندې حساب وکوو، داسې کوم پلان شته چې دغه بنسټیز کارونه ترسره شي او خلک هلته په کار باندې بوخت شي؟ او بله پوښتنه دا چې اقتصاد وزارت کې اوس مهال د تحولات وروسته مسلکي کسان پاتې نه دي پاتې، په دغه برخه کې هم که لږ معلومات راکړئ. مننه. تشکر. بفرمایئ مینځ. تشکر از سوالی که فرمودین هر دو تا دوست ما. در ارتباط با سوالای شما باید بگویم که ببینید تحولاتی که در افغانستان به وجود آمد یک تحولات بسیار کلان بود، یک تحول زیرساختی در تمامی وجوه سیاسی، اقتصادی، امنیتی بود که او بحثا را من بحثای امنیتی و سیاسیش نمی پردازم، اما بحثای اقتصادیش سعی میکنم که مورد توجه قرار بدیم. شما میدانید که در حال حاضر سرمایه کلانی در افغانستان وجود نداره، یعنی ما سطح انتظارات، توقعات، فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود باید متناسب با شرایط جدید در افغانستان مورد توجه قرار بدیم. در غیر از این صورت رویکرد واقع بینانه نخواهد بود. بنابراین وقتی که پول کلان وجود نداشته باشه، صنایع کلان هم شکل نمیگیره، چون اصلا فلسفه صنعت سرمایه بر هست. یعنی شما با یک سرمایه کلان میتونین کارخانه های تولیدی و صنعتی کلان را راه اندازی بکنید. پس صنایع کلان در حال حاضر امکانش وجود نداره، بلکه ما صنایع خرد و کوچک و متوسط را باید مورد توجه قرار بدیم و وزارت اقتصاد دقیقاً در این راستا قدم‌های بسیار خوبی برداشته. من پیشتر که اشاره کردم، من چند روز پیش بندهای کجکی افتتاح شد. درسته یک بخش از این به گذشته برمیگرده، بخش بندآباد در ولایت فرا مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت، بند کمال خان فاز دومش آغاز شد. در این سفرهایی که من میگم، من خودم حضور داشتم و هوا بسیار گرم بودی که من پیشتر گفتم زکام استم، به امو دلیل است که اونجا هوا بسیار گرم بود و خوی امکانات هم وجود نداشت، یک کمی گرم و زده شدیم ما. بنابراین مهم است که شما ببینید اینا زیرساخت های ماست. وقتی آب کشور مهار شود، مدیریت شود، مثل گذشته رایگان در اختیار همسایه ها قرار نگیره. البته ما خواستار تنش با هیچ همسایه نیستیم و سیاست امارت اسلامی اعتماد سازی و تنش زدایی هست با همه همسایه ها، اما خب به هر حال همونطور که همسایه های ما تیل خود را، گاز خود را رایگان در اختیار ما قرار نمیده، ما هم حق داریم که از سرمایه های ملی خود محافظت بکنیم. این سرمایه ملی ماست، ما از این محافظت میکنیم و این را بر اساس یک حسن همجواری، یک مراوده، یک تعامل متقابل میتونیم با همسایه های خود مورد توجه قرار بدیم. بنابراین تلاش هایی که در حال حاضر صورت میگیره، ما میخواییم که سوال شما را جامعه تر جواب بدیم که همه در بر بگیره. پس صنایع خرد و کوچک و متوسط
با توجه به سطح پول و سرمایه‌ای که در افغانستان وجود داره امکان عملی و اجرایی داره. در گذشته خب میلیاردها دلار اینجا سرازیر میشد، فعلا ما و شما در یک وضعیت هنوز تحریمی به سر میبرید که البته از نظر ما تحریم‌های غیر واقع بینانه و ظالمانه هست، چون مردم ما را اذیت و آزار میده. اما به هر حال یک کشور بخواد خودکفا باشه، مستقل باشه، آزاد باشه، هزینه پرداخت میکنه، یک چیز متعارف است. بنابراین که امیدواری است که مشکلات سیاسی ان شاء الله به زودی حل خواهد شد. پس یکی در این ارتباط ما باید فعلا اگر میخواهیم که کاریابی بکنیم، اگر ایجاد اشتغال بکنیم، اگر فقر زدایی بکنیم، همه از اینا متناسب با شرایط جدید باشه و او حمایت از تولیدات داخلی در سطح صنایع کوچک و خرد. اما در ارتباط با پروژه های نیمکاره من پیشتر هم یک توضیح دادم که یک نمونه از اون اینمی بندهای است که من پیشتر اشاره کردم. این بندها میتونه زراعت ما را تقویت بکنه، وقتی آب مهار شود به درستی میتونه برق برای هموطنان ما تولید بکنه و افزون بر او مخوبه که شما این پرسش خود مطرح کردین، شما تشکر کنم. ما با چینایی ها صحبت داشتیم، مذاکره داشتیم، اونا بسیار با توجه به او فناوری پیشرفته ای که داره علاقمند است که برق خورشیدی را در افغانستان راه اندازی بکنه. میگفت خورشیدی که در افغانستان داره در کمتر کشور وجود داره و بندی در واقع یا برق بادی را میخواهد در افغانستان طراحی و مهندسی بکنه. بازم میگفتن که بادی که در افغانستان در ارتفاعات و بلنده های افغانستان وجود داره در کمتر کشور وجود داره. اینا ظرفیت های خدادادی ماست. مثل که بحث معادن را همه ما و شما میدانیم که ما در حوزه معادن چه ظرفیت داریم و در ارتباط هم که مسئولیت وزارت معادن هست، البته ما هم دخیل هستیم، مذاکرات خوبی صورت گرفته. بنابراین این در این حوزه ها، در این پروژه ها کشورهای مختلف علاقمند است. اما تلاش ما ایست که در این پروژه ها حد اکثر منافع ملی افغانستان مورد توجه قرار بگیره. اینطور نباشه که یک کشور صرفا بیایه مثلا معادن ما را استخراج بکنه و بیشتر سود در اختیار از اونا قرار بگیره. نه، اینجا باید مردم ما از این وضعیت منتفع شوه. مثلا پروژه دیگه پروژه تاپی است. شما حتما رسانه ها مطالعه کردین و خبر دارین که این چقدر ایجاد اشتغال میکنه، این موقعیت ترانزیتی که ما در اختیار خود داریم. بنابراین تلاش ما ایست که پروژه های نیمه کاره بیشتر تا جایی که امکان داره از طریق سرمایه گذاری داخلی و او جایی که امکانش نیست از طریق سرمایه گذاری خارجی با حفظ منافع ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ما مورد توجه قرار بگیره. به او بهانه باشه که باز فردا یک کشور از این طریق نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیک خود در افغانستان افزایش بده مثل گذشته ها. و در ارتباط با شرکت های خارجی هم علاقمندی زیاد وجود داره که اینا بیاین در داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنه. بسیار از اینا در مرحله تفاهم نامه هست با ما و بسیار ها در حال مذاکره هست. به هر حال وضعیت نسبت به گذشته فوق العاده مطلوب است و با توجه به نیروهای متخصص و مسلکی که در داخل وزارت اقتصاد وجود داره که من تاکید میکنم یک بخش از سوال یک دوست ما به اشاره داشته، ما میتونیم از این ظرفیت یک بهره برداری بسیار خوب داشته باشیم. اراده وجود داره، نیروی ماهر و متخصص در امو حدی که افغانستان نیاز داره فعلا وجود داره، علاقمندی در شرکت ها وجود داره، با وجودی که هنوز بحثی بر رسمیت شناختن به صورت درستش به صورت سیاسی حل نشده، اما تعامل و گفتگوها به صورت دو فاکتو همچنان در جریان است و از این ظرفیت ها انشاءالله وزارت اقتصاد به صورت دقیق استفاده خواهد کرد. تشکر از توجه شما. تشکر. حمیده مددی. با سلام خدمت شما، حمیده مددی از رادیو سلام وطندار هستم. اول یک مسئله رو میخواییم عرض کنم، این که برنامه خیلی با تأخیر شروع شد، تقریبا یک ساعت تأخیر داشتم. برنامه های آینده انشالله در این زمین یک توجهی داشته باشین. دو تا سوال دارم، این که بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی وضعیت معیشتی یا از نگاه اقتصادی وضعیت مردم چگونه هست؟ چون گزارش ها هم نگران کننده هست در رابطه با وضعیت اقتصادی مردم. در این
رابطه اگر شما کدام بررسی انجام داده باشین. سوال دوم ای هست که آقای نظری شما در سخنرانیتون ذکر کردین که کمک ها باید از سر گرفته شود و البته خواهان کمک هم شدین بعد تطبیق پروژه های نیمه کاره. حالا اگر بخوایم پروژه های اقتصادی یا زیربناهای اقتصادی را در افغانستان تکمیل بکنیم، وزارت اقتصاد به چه مقدار پول نیاز دارد تا این پروژه ها به سر برسد؟ تشکر. تشکر. یاسمین. شمشاتلو یاسمین. سوال ندارن؟ درست است. سردار آقا. مننه سردار آقا صاحب که ملک کابل نیوز نه په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له پخوانه په هیواد کې فقر، بېوزلي، بیکاری زیاته شوې ده. په راتلونکو کې تاسو د دغه بیکاریو، بېوزلیو، فقر لپاره څه پلانونه لرئ او دغه چاره چې ډېره اساسه ده دغې ته به څه وخت رسېدنه وسي؟ تشکر. بفرمایئ. خب بازم سوال های بسیار خوبی مطرح شد، هم به ارتباط با تأخیر سوال شد که نمیدانم مشکل در کجا بوده. معمولا ما تلاش ما ایست که سر وقت همیشه برنامه شروع شود و روی منظم بودن بسیار تأکید داریم. دیگه ظاهراً برنامه ریزی به این صورت بوده که قبل از ما وزارت محترم مالیه باشه که اونا وزیر صاحب چون در سفر بوده بازی برنامه کنسل شده و امروز به وزارت اقتصاد اختصاص یافته. ما هم با توجه به این که قبل ما یک برنامه هست یک مقدار با تأخیر آمدیم، مگرنه ما حتما نظم را سرآغاز توسعه کشور میدانیم و یک مبنای علمی هم داره. یعنی خوبه که ما از یک دانشمند در واقع یک نظر برای شما نقل بکنم که امو الهام بخش برای همه ما باشه. یک کسی است به نام هانتینگتون، کسایی که علوم سیاسی و روابط بین الملل خوانده باشه نام از او حتما برایش آشناست. او برای کشورهای جهان سوم به دلیل سالها مطالعه‌ای که کرده میگن نظم سرآغاز توسعه و انکشاف و پیشرفت کشورهای جهان سوم است، چون میگه در جهان سوم چیزی که وجود نداره نظم است، هنوز نهادینه نشده. بنابراین این کشورها اگر بخواهی به پیشرفت برسانه اول باید نظم نهادینه بکنه، یا به تعبیر از او میگه نظم یاد بگیره. بنابراین این تذکر بسیار خوبه، اما ما همیشه به نظم بسیار توجه و اهتمام نظر داریم. امروز اگر این تأخیر پیش آمده به او دلیلی که من اشاره کردم که قبل از ما قرار بوده که برنامه وزارت محترم مالیه باشه که اونا به دلیلی که وزیر صاحب در سفر بوده برنامه ایشان کنسل شده، از این بابت بازم ما از شما عذرخواهی میکنم. در ارتباط با سوالایی که مطرح شد، وضعیت معیشتی یا پروژه های اقتصادی، وضعیت بیکاری، خب تمامی از اینا اول نیازمند برنامه ریزی هست. اما چیزی که من پیشتر توضیح دادم در آغاز صحبت خود، برای هر کار ما باید برنامه ریزی داشته باشیم و این برنامه ریزی هم باید متناسب با شرایط باشه. شرایطی که فعلا ما و شما با او روبرو هستیم با گذشته متفاوت است. یعنی هم وضعیت بهبود آمده، مثلا در گذشته فساد مالی اداری بود فعلا وجود نداره، در گذشته ناامنی بود فعلا به او پیمانه ناامنی وجود نداره. من نمیگم که هیچ مشکل امنیتی وجود نداره، ولی وضعیت امنیتی به مراتب خوبتر و مطلوبتر هست. خب برای یک سرمایه گذار این دو تا بسیار مهم است. همین ژاپنیایی که من 3-4 روز پیش باش ملاقات داشتم، سفیر ژاپن با یک تیم امنیتی و اقتصادی و تجاری و ترانزیتیشان همه ایشان بود، اونا هم میگفتن که وضعیت امنیت و نبود فساد برای ما اصل است در سرمایه گذاری. خوب است که من برای شما اینجا بگویم که اونا بسیار علاقمندی داشتن که امو پروژه های خود دوباره در افغانستان از سر بگیره و ژاپن شما میدانین که از جمله کشورهایی بود که بیشترین سرمایه گذاری را و کمک را در افغانستان داشته 20 سال گذشته. یعنی بعد از آمریکایی ها خب ژاپنی ها بسیار در اینجا هزینه کردن با تفاوت. خب آمریکایی ها که
کمک میکردن، اهداف سیاسی و ژئوپلیتیک هم داشتن. اما ژاپن خب یک کشوری است که زیاد مداخله نداره در امور داخلی کشورها. به او دلیل که ژاپن یک کشور فوق العاده مهم است، مذاکره‌ای که ما داشتیم قرار است به زودی انشالله گشایش های بسیار خوبی به وجود بیاید. چندین پروژه را ما سرش بحث کردیم، پروژه های از جمله که پروژه های شما مطرح کردیم، نیمه تمام، نیمه کاره و پروژه هایی که قرار است از سر بگیره و این بسیار جامع هم هست، صحت، تعلیم و تربیت و در واقع حتی مسائل زیربنایی، انرژی، تم زراعت، تمامی از اینا را در بر میگیرم. و این یک فرصت بسیار خوب است که ما تانستیم قناعت از اینا را فراهم بسازیم که اینا دوباره فعالیت‌های خود در افغانستان آغاز بکنه. همینطور پروژه تاپی را من خدمت شما بگویم که دیگه از مرحله تر خلاص شده و مرحله اجرایی داره نزدیک میشه و این خودش میتونه برای شهروندان افغانستان ایجاد اشتغال بکنه و در واقع امو حق ترانزیت که ما میگیریم یک سرمایه دیگه برای ما هست. همینطور سرمایه گذاران داخلی که من پیشتر برای شما اشاره کردم، در واقع مراجعه بسیار زیاد وجود داره، اما امو مشکلی که من پیشتر گفتم همچنان پابرجا هست که او سرمایه کلان که ما یک فابریکه بسیار کلان را بتانیم ایجاد بکنیم که ایجاد اشتغال با او پیمانه‌ای که مورد نیاز مردم افغانستان است، او را من عرض کردم که یک مقدار شاید در یک بازه زمانی شکل بگیره و انتظارات ما هم باید متعادل با اینمی باشه. تلاش ما جریان داره در حوزه دیپلماسی اقتصادی، ما تلاش میکنیم در جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاران خارجی، اما به دلیل ای که او سرمایه با او پیمانه که ما بتانیم فابریکه های کلان صنعتی را طراحی و مهندسی بکنیم وجود نداره، از اون منظر یک مقدار ما نیازمند یک زمان میباشیم. اما کار ما کار اساسی و زیربنایی هست که آینده افغانستان را تامین میکنه. امیدوار هستم که ما بتانیم در این برنامه‌ریزی خود موفق شویم و زمینه اجرایی از او فراهم شود. تشکر. تشکر. هامنه حکیمی طولونیست. هامنه حکیمی. تشکر. سلام بر شما. پرسش من در مورد این بود که رشد اقتصادی افغانستان یا تولیدات ناخالص امسال چقدر کاهش یافته؟ تشکر. گل احمد و حاج قطار اول، این طرف قطار اول. سلام، گل احمد و حاج هستم، خبرنگار خبرگزاری باختر. جناب معین صاحب، شما چند وقت پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی از طرحی یادآوری کردین که به نام نظام اقتصادی بازار با رویکرد اجتماعی بود. گفتین که ایره به کمیته اقتصادی امارت اسلامی شما فرستادین و روی جزئیات شما وقت بحث کردین. همین کار از این تا کجا رسیده است؟ تشکر. تشکر. مهین صاحب بفرمایید. سوال اول شما به جواب سوال خواهر ما در رابطه با تولید ناخالص داخلی، گرچه آمار و ارقام دقیق و رسمی که از طرف نهادهای مسئول و یا ریاست محترم احصای مرکزی به نشر رسیده باشد در دسترس قرار نداره، ولیکن آمار و ارقامی را که به اساس پیشبینی های نهادهای مختلف سازمان ملل متحد از طریق رسانه ها نشر شده یا از طریق صفحات مجازی، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2022 به 13.6 میلیارد یورو پیش بینی کردند. علت آن است که ما در حدود 9 میلیارد افغانی از سرمایه ارزی ما در حالت انجماد به سر میبرند. محدودیت هایی که در سیستم های بانکی موجود است سبب کندی داد و ستد فعالیت های تجارتی شده و به این شکل توقف تعداد زیادی از پروژه شامل بودجه انکشافی دولت که بود، این خودش هم بالای سطح بیکاری تاثیرات خود داشته و هم سبب کاهش قدرت خرید مردم شده. بنان آمار و ارقام رسمی که از طریق ادارات مسئول امارت اسلامی افغانستان به نشر رسیده باشه هنوز در دسترس نیست، ولی به اساس ارقام سازمان های جهانی
حدود 13.6 میلیارد دلار اونا در گزارشاتشان ذکر کردن که این تایید شدن از این هم پیش ما هنوز چیز نیست که تایی که این براسیار خود ادارات مسئول صورت بگیره و آمار و ارقام رسمی نشر شد. تشکر. برادر ما در ارتباط با منشور اقتصادی سوال کردن. در ارتباط با پاسخ شما باید بگویم که منشور اقتصادی از نظر ما تکمیل است، نهایی هست، چند بار مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته. ما به خاطر از اینکه کاملا یک چیز جامع باشه در اختیار سایر وزارتخانه ها قرار دادیم که اونا هم نظریات خود را برای ما بفرسته و یکان جای اگر کدام آمار جدیدتری در اختیار از اونا قرار گرفته یا یه جدیدتری قرار گرفته، چون مطابق از او باز پلانم باید تغییر بکنه با توجه به وضعیت. خب متاسفانه هنوز از برخی وزارت ها جوابش بر ما نیامده، اما از نظر ما نهایی است. به او دلیل است که و مجردی که او برسه از سایر وزارتخانه ها انشاءالله در اختیار بزرگان امارت اسلامی قرار میگره. امیدوار هستم که با سرعت بیشتری پروژه یا این پروژه به عبارت دقیق ترش تایید شود. تشکر از سوال شما. تشکر. عبدالله فرانس پرس. ډیر مننه جناب موین صاحب. موین صاحب زموږه تمه خدا و چې ډیر په ارقام باندې ولاړ یو واضح انزور د افغانستان د اقتصاد څه په فعلي حالت کې او څه یو کال وروسته چې په یو کال وروسته به د افغانستان اقتصاد په کوم حالت کې او فعلي حالت کې، ځکه تاسو هڅه وکړله چې ملت یو امیدوار کوي وموویل چې کوشش روان دی، لومړیتوب بندي کېږي او ډیپلوماسي روانه ده، مګر هم ستاسو نه زموږ ډېر په ارقامو باندې ولاړ په واقعیتونو باندې ولاړ دی یو انځور تمه توقع درلودله، ځکه تاسو خپله مو ویل چې اقتصاد وزارت یو پالیسی ساز ارګان ده، کله چې د پالیسی ساز ارګان سره د ارقامو کمښت وي زه فکر نه کوم چې هغوی که کومې پالیسۍ بیا جوړوي هغه د په واقعیتونو باندې بنا واوسي کله چې د ارقامو کمبود واوسي. نو فعلي حالت کې که چیرې تاسې یو ګر څه ویان صاحب اشاره مو وکړله چې موږ د واضح ارقام بیا هم نه لرو، خو یا په فعلي شرایطو کې چې نړیوالې مرستې هم ودرېدلي دي او د افغانستان سرمایه هم انجماد حالت کې ده، تاسې د افغانستان اقتصاد په لنډو ټکو کې ووایئ چې په کوم حالت کې د قرار لري یو او دویم یو کال وروسته په کوم حالت کې ستاسې د تمې او توقع سره سم واوسي؟ تشکر. محمد رفیع. به نام یاد خدا، محمد رفیع تیموری هستم، خبرنگار روزنامه هیواد. از آقای نظری صاحب سوال دارم که چون افغانستان ما شما سطح آگاهی مردم تقریبا 80% زیر خطر قرار داره یا بگوییم که زیر خط غیر آگاهی قرار داره و مردم هم ضعف اقتصادیشان بسیار شدید است، سوال ما این است که شما برای آگاهی دهی از اینا چه برنامه دارین، چه طرح دارین که مردم یاد بگیره، آموزش ببینه که سطح سواد یا سطح اقتصاد خود چگونه بالا ببره؟ میخواستم که توصیه شما را بشنویم. تشکر. بفرمایید. میز بعد سوال برادر ما رو است. درست است. استاسو ده سوال پا حق لازی ده ارقام موضوع ده دابل کل منتصر منو چه کلا منگا پا یو تحلیل بانده کار که و آغا ارقام علت زنگری اهمیت نبرخورده را دی بغیر ده ارقام و دشتون نه مشکل ده چه یو تحلیل او وراندوه نوشی. از ما هدف مخدا و چې مونږ په کلنی ډول په هر کال کې ایسای مرکزی محترم ریاست
د افغانستان اقتصادي وضعیت یا غسلنامه حسابي چې ورته وي د دوه یو د شاخصونو په پام کې نیولو سره د اقتصادي وضعیت هغه ارقام نشروي چې د هغونه بیا په پالیسیو په تحلیلونو کې ټول ادارې ګټه اخلي. د 1401 شمسی کال ارقام لا تر اوسه نشر شوي نه دي. موږ سره د 1400 کال او د 1399 کال ارقام موجود دي، ولیکن دغه یو کال د اسلامي امارات د راتګ سره تاسو په خپله شاهد یاستئ چې په نړیواله کچه او په بهرنۍ اړیکو کې یو څه مشکلات لا تر اوسه هم موجود دي، او د مشکلاتو حل لپاره ډیر کارونه شوي او ډیرو کارو ته لا هم اړتیا ده. نو که چیرې دغه منشور اقتصادي چې مونږ په وزارت کې پی کار کړی او داسې هغو طرحو کې چې اقتصاد وزارت د نورو وزارتو سره همغږي کړې ده، لکه د اقتصادي زونونو د ایجاد موضوع ده او داسې نورې هغه زیربنوي پروژې دي چې د هغو د تطبیق سره به مونږ د ناخالص تولید د رشد شاهدان اوسو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د یو هیواد اقتصادي وضعیت هغه رشد او یا کاهش چې کله موضوع بحث کیږي هغه مستقیما د تولید ناخالص پورې اړه لري. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې زموږ هم دغه ناخالص داخلي تولید ګراف که تاسو وګورئ په کومو کلو کې چې مالی مرستې د بهرنیو ډیرې دي په هماغه اندازه دا رشد سعودي سیر لري، او کله چې بهرنۍ مرستې کمی وي نو هغه نزولي حالت ته مخامخ کیږي. نو دا چې اوس مونږ ټول عواید د داخلي دي او کوشش کوو چې هغه پروژې تطبیق سي چې هغه هم د کار او اشتغال زمینه برابره کړي او هم د فقر د کمولو لپاره سبب وګرځي او د ملي عوایدو د لوړوالي سبب وګرځي. نو د دې پروژو تطبیق به یو څه وخت ونیسي، خو بیا هم دغه تحلیلونه چې اقتصاد وزارت کې کړي دي د 10 تر 15% البته په 15 کلو کې د تولید ناخالص داخلي رشد هلته اټکل شوی ده او پیشبینی شوی ده. خب تشکر جناب سنگوسیب و از برادر گرامی ما هیواد سوال کردن تشکر میکنم. سوال بسیار خوب و کلیدی بوده. ارتباط با آگاهی که شما اشاره کردین بسیار سوال خوب بوده. واقعیت مسئله ایست که بسیار از مشکلات در افغانستان به خاطر می فقدان آگاهی هست. ما در امو طرح که پیشتر اشاره کردم زیاد توضیح ندادم چون وقت کم بود، شاخص توسعه انسانی در طرح شبکه شاخص توسعه انسانی یکی از بحث‌های ما می بحثی افزایش آگاهی عامه هست در عرصه‌های مختلف، تنها در عرصه‌های سلامت و صحت در بر نمی‌گیره. در این طرح واکسیناسیون در سراسر کشور مورد توجه قرار گرفته. شما می‌دانید که حتی بحث واکسیناسیون سلامت اینا همه ارتباط پیدا می‌کنه با سطوح آگاهی مردم. یعنی اگر قبل از او آگاهی عامه صورت نگیره، افکار عمومی توجیه نشوه، حتی با مو واکسیناسیون که به نفع سلامتی انسان هست هم مخالفت ممکنه صورت بگیره در قریه ها به دلیل سنتی بودن جامعه. به او دلیل است که ما برازی برنامه داریم و حتی در استفاده از کمک های بشردوستانه ما یک نیازسنجی کردیم که ما میتونیم بینمی آگاهی که شما اشاره کردین هزینه و بودجه زیر تامین بکنیم و این ارتقا ببخشیم در ارتباط با مردم عزیز خودی. هم تأثیر مستقیم بالای مو شاخص توسعه انسانی ما داره، هم یک تصویر بین المللی خوب از نظام ارائه میکنه که یعنی در واقع یک نظامی که به فکر سلامت مردم خود از فلج اطفال میخواد ریشه‌کن بکنه، سلامت عامه را میخواد مورد توجه قرار بده، واکسیناسیون میخواد. خب اینا در واقع یک نظام خدمتگزار است در ادبیات روابط بین الملل. به او دلیل که روی تصویر بین المللی نظام بسیار میتونه مؤثر واقع شوه. پس در این ارتباط ما در مورد طرح شبکه شاخص توسعه انسانی برنامه داریم و سوال بسیار بسیار خوبی بود. خوبه که یک نکته دیگر هم اشاره کنم، گرچه جناب حبیب صاحب همکار گرامی ما اشاره کردن.
در ارتباط با احصایه و آمار و ارقام، ببینید این واقعیت مسئله است که محصول امارت اسلامی نیست. یعنی خود تحولات سریعی که شکل گرفت، جا به جایی که شکل گرفت، طبیعی هم بود تا یک زمان را تا همه چیز جا به جا شود تغییرات میاید که او بحثا بحثای اولویت نباشه آمار، چون بحثای اولویت امنیت هست، نمیدونم مسائل دیگه ای که همه ما و شما میفهمیم، تأمین نیازهای اولی مردم است، اما ایجاد نظم سراسری بود که خو اینا اولویت بود که خوشبختانه شکل گرفته و مشکل جدی به وجود نیامد، برخلاف پیشبینی های شماری از رسانه ها که ممکن بود که اونا پیشبینی میکرد که در افغانستان چی تحولی در واقع در اثر می دیگردسی قدرت ممکن اتفاق بیفته، که هیچ کدام از اونا نشد و خوشبختانه گذار مسالمت آمیز قدرت ما شاهد بودیم، نه کابلی خراب شد، نه مردمی به اصطلاح کشته شد، اما طور یک چیزی که از نظر از اونا هم بسیار مایه شگفتی بود، ولی بر مردم ما یک پدیده خوشایند بود که ما سالم همه چیز خود در واقع تانستیم سیانت بکنیم، برخلاف گذشته ها که متاسفانه بسیار تراژیک بود. در ارتباط با آمار، پس یک این موضوع هست که ما اگر نگاه واقع بینانه داشته باشیم، دومی که اصلا شما ببینید تیمی 20 سال گذشته، حتی فراتر از او، هنوز یک احصائیه دقیقی در ارتباط با جمعیت افغانستان صورت گرفته؟ نگرفته دیگه. این همه پول آمد، خب وقتی که تی 20 سال خارجی اینجا بود، داخلی امکانات داشت، انواع و اقسام در واقع رفت و آمدها بود، هنوز ما جمعیت کشور خود نمیدانیم. خب توقع نداشته باشیم که طی کمتر از یک سال امارت اسلامی در قسمت احصایه و آمار و ارقام همه چیز را بتانه بسیار دقیق، کارشناسانه و عالمانه در اختیار مردم قرار بده. اما من اشاره کردم که ما در این ارتباط بسیار مصمم هستیم، از جمله و دلیل مشکلاتی که وجود داره در بخش‌های مختلف، مثلا در اداره احصایه ما همکاری خوب داریم، اما خود وزارت اقتصاد در تلاش است که در واقع با توجه به مسئولیت و وظایف خود که در تعارض با اداره احصایه هم قرار نگیره، یک آمار ردی ارتباط جمع‌آوری بکنه در مسائل مختلف، چون از نظر ما سیاست‌گذاری اقتصادی وقتی دقیق است، بدون خطا هست، محاسبات ما عالمانه هست که آمار و ارقام باشه، با این ما بتونیم سیاست‌گذاری بکنیم. در غیر از این صورت، خب این سیاست گذاری با پالیسی سازی ما اشتباه از آب در میه. با او دلیل که ما روی آمار و اینا بسیار مهم، ما در یک نشست دیگه هم بود، فکر میکنم در بالا بود، اونجا مثال زدم نقش احصایه و آمار و ارقام را به آزمایشگاه. مثلا اگر یک نفر مریض میشه، پیش دکتر مراجعه میکنه، این دکتر بدون از اینکه معاینه تلویزیونی بکنه، بدون اینکه قلب زیره چک کنه، گرده زیره و در واقع یک آزمایش همه جانبه داشته باشه، رادیوگرافی، سونوگرافی و و و مسائل مختلفی که در طب مطرح هست، اگر بدون از اینا نسخه بنویسه، حتما این نسخه یک جای زیر آسیب میزنه، یا قلبش را دچار مشکل میکنه، یا فشار خونش بالا میبره، یا شکر خونش بالا میبره. او باید بدانه که شکر خون از چند درجه، فشار خونش چیه، قلبش چطور کار میکنه، گردش چطوره، کبد یا جگرش چطور هست، که در واقع او دارویی که تجویز میشه جاهای دیگه زیر آسیب نبینه یا نزنه. به او دلیل است که نقش احصایه بسیار برای ما مهم است در سیاست گذاری، اونمو نقش آزمایشگاه را داره، و به او خاطره که ما در وزارت اقتصاد تلاش میکنیم که در واقع یک نوع احصایه خودمانی را در درونی از این هم آمار و ارقام را در واقع داشته باشیم، که از این طریق پلان گذاری اقتصادی ما فردا خطا نباشه، محاسبات ما خطا نباشه. تشکر از توجه شما. آخرین سوال از شهریار. تشکر از همه. مصطفی شهریار هستم از تلویزیون استقلال. جناب دکتر صاحب نظری، سوالات مستقیما برمیگرده به شما. در بخش یکی شما سیستم مالیاتی رو طراحی میکنین و طرح هزار مینویسین، بیشتر روی طرح کار میکنین، فکر نمیکنین که قیمت ها خیلی افزایش یافته و اسناد ها بسیار گران شده و مردم نمیتونن از این اسناد ها استفاده بکنن، یا به صورت قاچاق کار بکنه یا دست از کار بکشه؟ یک مسئله مشخصا نام میگیرم، روی قیمت های اسناد صرافی، روی قیمت اسناد سنگ فروش ها که امروز هم برنامه دارن، این دادخواهی دارن علیه شما که چرا مثلا این همه گرانی شده، چرا این همه مالیات بلند بردین. یک مسئله دیگر، تا
تاجرایی که چند روز قبل نشست خبری داشتن میگفتن ما ماشینالات خود به خاطر گرانی به خاطر از اینکه دولت پول ما رو نمیتوه پول ما سر دولت است ما میخوایم ماشینالات خود سودا کنیم تا اینکه مالیه دولت و قرضدارا را خلاص بکنیم همزمانی که پول ما رو نمیده مالیه هم سر ما وضع کرده و خب از یک طرف کارگرها سر ما فشار آورده که پول ما رو نمیده این دو مسئله مسئله بعدیش هم جناب دکتر مسئله آموزشی رو یاد کردین این حرف عملی هست یا دلخوش کننده هست تشکر بخیر باشه بفرمایید میز تشکر آقای شهریار از سوالهای چندگانه ای اما خوبی شما در ارتباط با قیمتی که شما اشاره کردین من پیشتر اشاره کردم که اگر قیمت عمومی رو ما مورد توجه قرار بدیم یک افزایش جهانی داره من پیشترم تحولات اوکراین یک نمونهش برای شما مثال زدم مثلا قیمت تیل و گاز هم در هفته های اخیر اینجا افزایش پیدا کرده بود که باز خوشبختانه تا حدودی مهار شد و امارت اسلامی با ایران یک قرارداد کرد که قرار شد که تیل از اونجا وارد بکنه و در ارتباط با اسناد که شما اشاره کردین قیمت ها خب یک تصمیم گیری هست که با توجه به شرایط فعلی افغانستان اتخاذ شده اما اگر در واقع نظریات کارشناسی در اختیار ما قرار بگیره به این مفهوم نیست که اینمی حتما تا آخر عملی و نهایی شما میدونید که هر پالیسی هر تصمیم چی تصمیم سازی باشه چی تصمیم گیری باشه با توجه به شرایط و نیازها اتخاذ میشه بعدا میشه او تعدیل شده میشه اصلاح مثل که ما قوانین مثلا اینجاها را بازنگری کردیم با توجه به شرایط جدید بسیار از قوانین دیگر را مورد ارزیابی قرار دادیم از نو اونایی که متناسب با شرایط بود سر جایش مان بعضی بندایش مثلا اصلاح شد او چیزی که شما اشاره کردین اگر یک وقتی خیلی فشار باشه قطعاً میشه مورد بحث قرار بگیره مورد حتی تجدید نظر قرار بگیره اما قیمت‌های عمومی واقعیت است که در کشورهای همسایه ما به مراتب افزایش داشته یعنی حتی اجناس من گفتم که نایاب شده حتما شما معلومه حتی روغن روغن که نیاز است اگر ما هر غذایی رو بخوایم بپزیم نیاز به روغن داریم امی روغن در بعضی کشورهای همسایه آلمان نام نمیبرم کلا نایاب شده بود چند هفته بنابراین وضعیت اقتصادی ما خب بحران اوکراین یک بحران ساده ای نبود تمام معادلات منطقه ای را در واقع یک نوع تقابل شرق و غرب را مورد توجه قرار داد به او دلیل بود که این یک تغییرات در هندسه قدرت جهانی بر جا گذاشته و از جمله بحث‌های اقتصادی که افغانستان هم از این متاثر بود ولی خوشبختانه تاثیرپذیری افغانستان بسیار کم بود نسبت به حتی کشورهای همسایه که من پیشترم اشاره کردم در قسمت آموزش بسیار بسیار تصمیم جدی هست من پیشتر اشاره کردم این یک تصویر خوبی را تصویر جدیدی را از افغانستان ارائه میکنه و دیگه ای که منافع ملی ما در این نهفته هست یعنی در واقع یک جمعیتی با سواد خب یک جمعیت سالم میتونه یک جامعه خوب و نمونه باشه و در دین ما دین مقدس اسلام هم تاکیدات روی ازی صورت گرفته که حالا ما به اون نمیپردازم جناب رئیس صاحب دعوت و ارشاد وزارت اقتصاد اینجا حضور داره که ما از خدمتشان هم میشه استفاده میکنیم مثلا بعضی سلامتی که من گفتم اینا مبانی دینی داره النظافت من الایمان چقدر تاکید شده یا بعضی مقابله مثلا با تریاق که من پیشتر گفتم اینا مبانی فقهی داره در واقع لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام بنابراین اینا در واقع با توجه به مبانی و اصول دینی ما و ساختارهای فرهنگی و ملی ما این مسائل رو به پیش میبریم در مشوره با وزارت‌هایی که البته خب مسئولیت اصلی و مستقیم داره ما میخواهیم که یک کشوری باشیم که هر شهروند ما در هر نقطه جهان فخر کنه که من از افغانستان هستم خب این وقت فراهم میشه که ما یک کشوری پیشرفته باشیم در تمامی عرصه‌ها در عرصه‌های آموزش معارف تحصیلات و همینطور که خوشبختانه امروز در قسمت مسائل امنیت بهبودی به وجود آمده در سایر عرصه ها هم در همدیگر پذیری شما ببینید افغانستان یک کشور نمونه است این به دل من گفتم که این روزا روزای محرم است شما در هیچ کشور اسلامی پیدا نمیتونید نمونه از همدیگر پذیری و روحی برادری و اخوتی که در افغانستان وجود داره
یک افتخار است برای ما. همینطور در این عرصه ها ما میخواییم در عرصه آموزش، در عرصه اقتصاد ما دیگه دست ما دراز نباشه به یک کشور خارجی که حتما با ما کمک بکنه. وقتی که ما خود کفا شویم، ببینید ما آب داریم، خاک داریم، نیروی انسانی متعهد هم داریم. اینو ظرفیت ماست. ما میتونیم به یک کشور خودکفا تبدیل شویم. یکی قدرت های استعماری طی سالها اجازه نداد به ملت ما که ما به کشور مستقل باشیم، خود ما برای خود تصمیم بگیریم و بتونیم در واقع در این عرصه ها به خودکفایی برسیم. امروزه خوشبختانه او ریشه ها از بین رفته. ما خود ما هستیم، خود ما برای خود تصمیم میگیریم و این ظرفیت بومی و داخلی ما باید به فعلیت تبدیل شود. ما گفتیم یک آب ما که ما این بار رفتیم در فرا و نیمروز و هلمند و قندار ما سفر داشتیم می هفته پیش، ما دیدیم که چی ظرفیتی وجود داره، چی زمین های حاصل خیزی وجود داره، چی آبی ما داریم که همسایه های ما در حسرتی از او هسته. آب شیرین ما را کمتر کشوری داره، کشورها نداره غیر از ترکیه. آبی که برای زراعت استفاده میشه سطح های ما ساخته شده هیچ کشوری نداره. اینا ظرفیت های ملی ماست، اینا منابع خدادادی ماست. پس ما ظرفیت داریم، برنامه ریزی داشته باشیم، اراده ملی داشته باشیم، میتونیم به عنوان یک کشور خودکفا مستقل و نمونه حتی در سطح منطقه باشیم. تشکر از سوال شما. بسیار زیاد تشکر. کنفرانس زمین جا به پایان رسید. وقت خود.